در ششمین روز آغاز عملیاتی که دولت اسلامگرای ترکیه آن را چشمه صلح نامیده است، همزمان با ورود ارتش این کشور به مناطق کردنشین شمال سوریه، دونالد ترامپ تهدید خود را عملی کرد و وزارت دفاع، وزارت انرژی و وزارت کشور ترکیه از سوی ایالات متحده تحریم شدند. روز دوشنبه 15 اکتبر 22 مهر ماه، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با بیان اینکه پرزیدنت ترامپ از رئیس جمهوری ترکیه خواستار آتش‌بس فوری کرده است، اعلام کرد که به زودی برای میانجیگری در این بحران به منطقه سفر خواهد کرد. آنطور که پنس به خبرنگاران گفت، قبل از اعلام تحریم‌ها، ترامپ و اردوغان تلفنی گفتگو کردند. وی تأکید کرد آمریکا به ترکیه برای حمله به سوریه چراغ سبز نداده و ایالات متحده بیش از این حمله ترکیه به سوریه را تحمل نمی‌کند. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز به خبرنگاران گفت که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه وزرا و وزارتخانه‌های دفاع، کشور و انرژی ترکیه وضع کرده است. به گفته مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، هفته آینده با متحدان آمریکا در ناتو درباره تجاوز دولت ترکیه به خاک سوریه گفتگو خواهند کرد. در نشست اعضای ناتو برای تحت فشار گذاشتن ترکیه از راه‌های اقتصادی و دیپلماتیک مذاکره خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا در بیانیه خود اقدام نظامی ترکیه در سوریه را اقدامی غیرمسئولانه و غیر ضروری توصیف کرد که مأموریت ائتلاف علیه داعش را تضعیف کرده و باعث آزادی بسیاری از زندانیان خطرناک داعشی شده است. ترامپ نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دستورهای اجرایی برای اعمال تحریم‌های جدی علیه ترکیه را صادر کرده است. او مذاکرات تجاری 100 میلیارد دلاری با ترکیه را متوقف کرد و گفت افزایش تعرفه فولاد را هم باز می‌گرداند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به زودی دستور اجرایی صادر می‌کنم که بر اساس آن اجازه داده می‌شود مقامات فعلی و سابق دولت ترکیه و هر کسی که در اقدامات برهمزننده در شمال شرقی سوریه دخالت دارد مورد تحریم قرار گیرند. در تحریم‌های جدیدی که ترامپ از اعمال آنها خبر داده، قرار است آن دسته از مقام‌های حکومتی ترکیه که در نقض جدی حقوق بشر، برهم زدن آتش بس، جلوگیری از بازگشت بی خانمان‌ها به سرزمینشان، مجبور کردن پناهندگان به خروج و یا تهدید صلح، امنیت و ثبات در سوریه دست دارند، تحریم شوند. همزمان وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد از آغاز عملیات در شمال سوریه تا کنون 560 نفر که به گفته آنها تروریست هستند در شرق فرات کشته شده اند. دولت اردوغان میگوید عملیات چشمه صلح مطابق با قوانین بین المللی و بر اساس حق ذاتی دفاع مشروط طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت درباره مبارزه با تروریسم آغاز شده است. اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه 14 اکتبر در جریان نشست وزرای خارجه در لوکزامبورگ به اتفاق آرا حمله نظامی ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه را محکوم کردند و از تمام کشورهای عضو خواستند تا فروش اسلحه به این کشور را متوقف کنند. جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که 28 کشور عضو این اتحادیه به اتفاق آرا تصمیم به محکوم کردن ترکیه گرفتند. آنها از ترکیه خواستند تا هرچه سریعتر این حملات را متوقف کند. بورل از اعضای اتحادیه اروپا خواسته فروش هر گونه سلاح به ترکیه را متوقف کنند. در مقابل وزارت خارجه ترکیه در واکنش به نشست لوکزامبورگ اعلام کرد
که در روابط خود با اتحادیه اروپا تجدید نظر خواهد کرد، به گزارش TRT، مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه میگوید عملیات چشمه صلح با هدف از میان بردن ترور موجود علیه امنیت ملی ترکیه و همچنین حمایت از تمامیت ارضی سوریه است. به گزارش کیهان لندن، همزمان با این رویدادها ارزش لیر ترکیه به سرعت در حال کاهش است و بازار سهام حدود 3% افت کرده است. شنیده می شود تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا در حال بررسی طرح ممنوعیت پرواز هواپیماهای شرکت ترکیش ایرلاین به آسمان این اتحادیه هستند. آژانس‌های توریستی می‌گویند با آغاز عملیات ترکیه علیه کردها، سفر توریست‌های خارجی به ویژه اروپایی‌ها به شدت کاهش یافته و رزرو هتل‌ها بسیار کمتر شده است. در محل‌های پررفت آمد شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا نیروهای امنیتی مستقر شده اند و از بیم اقدامات ضد امنیتی و بمب‌گذاری عبور و مرور به شدت تحت کنترل قرار گرفته است. تعداد نیروهای امنیتی در فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها نیز افزایش یافته است. یک روز پیش از این، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه عملیات ترکیه در سوریه گفت ترکیه نگرانی‌هایی در شمال سوریه دارد که ما در اصل این نگرانی با ترکیه مشکلی نداریم و آن را میپذیریم، اما شیوهی که آنان انتخاب کرده اند را نمیپذیریم. ترکیه دولت دوست ماست، اما شیوه های بهتری هم برای رسیدن به هدف وجود دارد. او تأکید کرد بارها گفتم که همه باید کمک کنیم که ارتش سوریه در این منطقه مستقر شود، اما الان ترکیه وارد خاک سوریه شده است و ما نگران این وضع هستیم، چرا که در آن عده‌ای مجدداً کشته می شوند و عده‌ای دیگر آواره می شوند و تا کنون خیری از این حرکت ندیده ایم. ترکیه زودتر باید این روند را پایان دهد که منافع منطقه در آن تأمین شود و روند اصلی که بازگشت آوارگان، برقراری صلح و برگزاری انتخابات آزاد است انجام شود. این اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی در حالی است که رژیم ایران نمیتواند موضع جدیتری در قبال ترکیه بگیرد، چرا که دولت ترکیه در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش مؤثری دارد و تهران نمیخواهد آخرین کانال‌های خود برای مقاومت در برابر تحریم‌ها را با موضع‌گیری تند از دست بدهد.